سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. پپ گواردیولا با دبیر کل انجمن رسمی هواداران منچستر سیتی وارد تنش شده است. مدافع برازیلی بعد از فسخ قرارداد با ساو پائولو در آستانه بازگشت به آبی ناری ها قرار دارد. گفته می شود رئال مادرید تمام مذاکرات مربوط به انتقال کیلیان امباپه را تا پنجره نقل و انتقالات زمستانی ماه جنوری خاتمه داده است. مامور زنه که با شوت رونالدو مصدوم شده بود از فوق ستاره پرتغالی خاطره بد در گذشته داشت. چهارشنبه شب با حضور حدود 38000 نفر در ورزشگاه اتحاد برای تماشای مسابقه منچستر سیتی برابر لایپزیگ، تیم تحت هدایت پپ گواردیولا با نتیجه 6-3 پیروز شد. بعد از این مسابقه گواردیولا گفت: در 3 بازی اخیر در این ورزشگاه 16 گل به ثمر رساندیم. از هواداران دعوت میکنم برای بازی شنبه به اتحاد بیایند تا ورزشگاه خالی نماند. در روز پنجشنبه و در پاسخ به صحبت‌های گواردیولا، کوین پارکر دبیر انجمن رسمی هواداران سیتی گفت: این حرف واقعیت ندارد. میزان استقبال هواداران در کل فوق‌العاده است. او یعنی گواردیولا سختی های هواداران برای حضور در بازی شب چهارشنبه را درک نمی کند. بهتر است به کار مربیگریش بپردازد. در ادامه ظهر جمعه در پاسخ به پارکر گواردیولا گفت: آیا از پر نشدن ورزشگاه گله کرده بودم؟ من گفتم ما به حمایت نیاز داریم و متعجبم که در ذهن این مرد چی گذشته است. بابت چیزی که گفتم عذرخواهی نمی کنم. من هم یکی از هواداران هستم. اگر مشکل با آن پیش بیاید کنار می کشم. با نقل از اسپورت، دنی آلویز قراردادش را با ساو پائولو فسخ کرد. این بازیکن با تجربه برازیلی از چند باشگاه پیشنهاد دارد که یکی از آنها بارسلونا است. در گزارش اسپورت آمده است که بحران در سمت راست بارسا باعث شده است تا این تیم به دنبال جذب دوباره آلویز باشد و این بازیکن هم مشکل با بازگشت به جمع آبی ناری ها ندارد. اسپورت نوشت: دیدار برابر بایرن مونیخ نشان داد که سمت راست بارسا با حضور روبرتو اصلا خوب نیست و باید هرچه سریعتر این قسمت از زمین تقویت شود و آلویز در دسترسترین گزینه است. آلویز در سال 2008 تا 2016 با پیرهن بارسا به میدان رفت و توانست جام های زیاد به دست آورد. او چهره محبوب در بین هواداران این تیم اسپانیایی است. مادرید مدت هاست به کیلیان امباپه علاقه دارد، اما با وجود تلاش های فراوانی که در بازار تابستانی امسال انجام داد، این بازیکن کماکان به فوتبالش در پایتخت فرانسه ادامه می دهد. با تمام اینها قرارداد امباپه امسال با پی اس جی به اتمام می رسد و از زمستان به صورت آزادانه می تواند برای انتخاب تیم جدیدش وارد مذاکره شود. برنامه تلویزیونی و پرمخاطب ال چیرینگیتو در اسپانیا میگوید مذاکرات ریال مادرید برای جذب امباپه تا ماه جنوری متوقف شده است و باشگاه تصمیم دارد تا زمستان امسال هیچ صحبتی در خصوص این ستاره فرانسوی در فضای تیم نکند. طبق ادعای این برنامه باشگاه هر گونه بحث و تبصره درباره این بازیکن را در جمع بازیکنان، راهروها و فضای باشگاه ممنوع کرده است. باشگاه با این کارش قصد دارد انگیزه و توجهش روی کار با بازیکنان و ترکیب فعلیش بگذارد تا بتواند برای قهرمانی در رقابت‌های لالیگا و لیگ قهرمانان تمرکز کند. البته رئال مادرید به محض فرا رسیدن ماه جنوری دوباره برای انتقال کیلیان امباپه به مادرید مذاکراتش را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که چند پیش لئوناردو مدیر ورزشی پیچی به طور علنی اعتراف کرد با وجود علاقه شخصی امباپه برای ریال شدن، پیشنهادات ریالی ها برای خرید این بازیکن کم بوده است و به همین دلیل او در پاریس ماند. سه‌شنبه گذشته فوق ستاره پرتغالی پس از 12 سال برای اولین بار با پیراهن منچستر یونایتد در اروپا به میدان رفت و موفق شد در دقیقه 13 دیدار برابر لیاگ بویز در اولین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان گلزنی کند. هرچند شرایط در ادامه برای یونایتد خوب پیش نرفت و این تیم با دریافت گل در هنگام دقیقه 95 از حریف بازی را با حساب 2-1 واگذار کرد. اما اتفاق جالبی که در این بازی رخ داد این بود که این بازیکن 36 ساله پیش از شروع دیدار در حال گرم کردن بود و چند شوت به سوی دروازه زد. یکی از این شوت‌ها به نوبل مامور زنه که پشت دروازه ایستاده بود برخورد کرد و باعث شد این مامور چند دقیقه مصدوم شود. رونالدو بلافاصله برای اطلاع از شرایط او بالای سرش حاضر شد و به گفتگو با این مامور و افراد حاضر در صحنه پرداخت تا از سلامتش اطمینان حاصل کند. ماجرا به همینجا ختم نشد و برنده 5 توپ طلا پس از پایان بازی به جای عوض کردن پیراهنش با بازیکنان یانگ بویز با جستجوی همان مامور زن پرداخت تا پیراهنش را در این بازی به او هدیه کند. این اتفاق باعث خوشحالی این مامور شد و او این خوشحالی را با نشان دادن علامت قلب در حال که رونالدو در حال ترک زمین بود نشان داد. نوبل در مصاحبه با گلوب اسپورتی و درباره اتفاق رخ داده با رونالدو گفت: زمان کو برای ریال مادرید بازی میکرد یک بار به سیویس آمد و از رفتارش خوشم نیامده بود و اصلا نمیدانستم چه بازیکن مشهور است. حتی یادم است که نفرینش کردم چون رفتار گستاخانه با من داشت. بازی تمام شده بود و رونالدو در زمین مشغول ابراز احساسات با تماشاگران بود. مردم نیز ورزشگاه را ترک میکردند و من هم بسیار خسته بودم. از او خواستم برختکن برود چون تا زمان کو درون زمین باشد مردم نمیروند. رونالدو به من گفت که بروم و با مربی صحبت کنم. با او گفتم اینجا سیویس است و در ادامه هم چند جواب سر بالا و گستاخانه داد که باعث شد عصبانی شوم. تا قبل از بازی منچستر و یانگ بویز از رونالدو خوشم نمی آمد ولی پس از رفتار اخیر او نظرم عوض شد. در حالی که اکثر بازیکنان فوتبال در 36 سالگی بازنشسته می شوند یا کم کم در فکر بازنشستگی هستند، کریستیانو رونالدو تازه به تیم سابقش برگشته است تا افتخارات سابقش را در کنار آن تکرار کند. ستاره پرتغالی اما نه به عنوان یک بازیکن تمام شده بلکه به عنوان مهاجم و نوک اصلی در ترکیب تیم جدیدش قرار گرفته است و در دو بازی اخیرش برای این تیم تا حالا 3 گل زده است.
بنابراین تعجب هم ندارد که باشگاه منچستر یونایتد برای او حقوق بالاتر از سایر بازیکنان تیم در نظر گرفته باشد. بازگشت رونالدو به اولترافورد پس از 3 فصل حضور در یوونتوس در حال رخ داد که او برای هموار شدن مسیر انتقالش به منچستر یونایتد آرزش و تخفیف قابل توجه برای پرداخت حقوقش به شایطین سرخ بدهد. در بدو پیوستن رونالدو به تیم تحت هدایت اوله گونار سولشایر برخی منابع حقوق او را رقم نزدیک به 480 هزار پوند در هفته اعلام کردند، اما اکنون نشریه دیلی میل انگلیس اعلام کرده است که این رقم به 385 هزار پوند در هفته نزدیکتر است. با این حال این رقم رونالدو را به پردرآمدترین بازیکن تبدیل کرده و داوید دخیا در وزبان اسپانیایی تیم را در عدد دوم قرار میدهد. جورج مندز مدیر برنامه پرتغالی رونالدو در حال مذاکره خود تلاش کرده بود حقوق رونالدو را 20 میلیون پوند در سال ببندد، اما گویا خود رونالدو رضایت داده حقوق کمتر بگیرد تا مسیر انتقالش به اولترافورد هموار شود. منچستر یونایتد با پرداخت 13 میلیون پوند به عنوان رقم پایه و 7 میلیون پوند پاداش حاضر شد رونالدو را از یوونتوس بخرد، اما حقوق ستاره پرتغالی در تیم انگلیسی 115 هزار پوند در هفته نسبت به آن دریافتش از یوونتوس کمتر است. در همین حال سایت گل میزان خالص دارایی‌های رونالدو را هم نزدیک به 500 میلیون دلار اعلام کرده است. همچنین تصور می شود که میزان دارایی های رونالدو از تمام منابع کم بیش از درآمدهای رقیب آرژانتینیش میسی باشد. کریستیانو رونالدو در فهرست پردرآمدترین ورزشکاران سال 2021 جهان که توسط نشریه فوربس منتشر شد با درآمد 120 میلیون دلار که 50 میلیون دلار آن حقوقش برای بازی در زمین بازی بود سومین نفر شد. در حال حاضر در لیگ برتر انگلیس رونالدو بیش از هر بازیکن دیگر حقوق می گیرد. پس از او کوین دبراین هافبک بلژیمی تیم فوتبال منچستر سیتی با دریافت 389 هزار پوند در هفته و داوید دخیا سنگربان منچستر یونایتد با حقوق به اندازه 375 هزار پوند نفرات دوم سوم لیست دریافت کننده بیشترین حقوق در لیگ برتر جزیره هستند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.